مسئله ای که وجود داشت، امروز آقای بایدن تلاش کرد به عنوان رهبر یک کشور در راستای صلح جهانی حرکت بکنه و برای همین هم پیوند پاراگراف به پاراگراف سخنانش این بوده. ولی اینکه در مورد ایران به چیزی اشاره نشد، به اون مفهومی که ایرانی ها در انتظار اون هستن و به ویژه اپوزیسیون ایران تلاش داره که اون رو طرح بکنه، ریاست جمهوری آمریکا بحثش این هستش که مشکل داخلی ایران رو به این میان نیاره. گرچه دو سه بار اشاره کرد، ولی واقعیت این بود که اون اشاره ها هم اشاره های کلی نگر بود و اشاره خیلی مشخص نبود. نباید فراموش کرد که یک ایران یکی از 193 کشوری است که در سازمان ملل عضو هست و مطرح هست در این سخنرانی ها، و آمریکا تلاش کرده فقط به کلی نگری کنه. حتی در مورد چین ببینید، با اینکه این همه اختلاف دارن، یه نوعی مماشات در سخنان آقای بایدن نسبت به چین بود، ولی لبه حمله رو به سوی روسیه بود برای اینکه میخواد اون مسئله تکلیفش روشن میشه. ولی وقتی در مورد ایران، در مورد مسئله منطقه صحبت میکنه، روز گذشته هم آقای بلینکن یک بیانیه دادن در مورد شرکای جدید آمریکا در منطقه. این شرکای جدید آمریکا در منطقه نشان دهنده این است که آمریکا طرحی نو انداخته در منطقه، و به این ترتیب در این طرح نو که کشورهایی مثل عربستان و اسرائیل هم خواهند بود، تلاش داره میکنه در میانه خط حرکت کنه و ایران رو چندان هم ایجاد واکنش در موردش نکنه.